سلام گرم منو بپذیرید. کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه نگاه روز هستید در تلویزیون کانال جدید. خامنه ای و حکم حکومتی علیه واکسن کرونا. خامنه ای دیروز جمعه اعلام کرده که واکسن کرونا رو از کشورهای انگلیس و آمریکا یا کشورهای غربی نخرید و این موجی از عکس العمل و در میدیای اجتماعی و در میون شخصیت های سیاسی برانگیخته. حزب کمونیست کارگری نسبت به این موضوع عکس العمل نشون داده و امروز ما مصطفی صابر داریم که نظر ایشون هم در رابطه با این حکم خامنه ای بشنویم. خوش اومدید مصطفی صابر. خیلی متشکرم. براتون عجیب نبود خامنه ای علیه واکسن کرونا که دنیا نیاز داره و کلن بسیاری از کشورها شروع کردن و کشورهای اروپایی همشون به فوریت دارن همین واکسن رو استفاده میکنند، بیاد اعلام بکنه که از این کشورهای انگلیس و نمیدونم آمریکا و اینا این واکسن رو نخرید؟ چطور میشه؟ چرا؟ چه نیازی داره خامنه ای علیه واکسن کرونا که واقعا نجات دهنده میتونه باشه برای مردم ایران چنین حکمی بده؟ بفرمایید. واقعا عجیبه. شما ما تو این شما و من نسل ما و خصوص تو این 40 سال کلی جنایت از این جمهوری اسلامی دیده. ما جمهوری اسلامی دیدیم که با موشک میزنه به هواپیماهای مسافربری خودی که از فرودگاه خودش یه لحظه پیش بلند شده. هزار جور جنایت دیدیم ولی با این وضع هنوز من شاک شدم. یعنی چی؟ خودشون دارن از بهترین امکانات پزشکی ساخت آمریکا و انگلیس استفاده میکنن. همون خامنه هر لحظه تحت نظارت پزشک و دستگاهایی که و داروهایی که تو همین کشورها ساخته شده و بعد اون وقت میاد میگه واکسن ساخت انگلیس و آمریکا و نمیدونم فرانسه و اینا ممنوع است، اونم با چه ابهت و قدر قدرتی. دیکتاتور منحوس نفرت انگیز، اونم با اون استدلالای احمقانش که اگر آمریکا و انگلیس میدونستن واکسن خوب بود خب جلو این همه کشتار رو میگرفتن. خب واکسن درست کردن که جلو این کشتار رو بگیرن. واکسن که قرار نیست معالجه کنه، واکسن قرار مسئولیت بده. ایشون حتی فرق دارو و دارو معالجه و واکسن رو نمیدونه یا اگه میدونه به رو خودش نمیاره. چرا این کار رو میکنه؟ به نظر من نشون من تنها توجیهی که میتونم داشته باشم اینه که خامنه ای میخواد به مردم بگه که ببینید من اینجا وایستادم دارم حکومت میکنم، هر معذرت میخوام جفنگی هم دارم میخواد میگم، هر تصمیمی هم که فکر کنم درست باشه و دین مبین اسلام به من گفته باشد یا منافع سیاسی من بهش گفته باشه انجام میدم و شما هم کاری نمیتونید بکنید. به نظر من واسه خامنه یه پروژه امنیتیه. من میخواد اینو بگه که من قدر قدرتم، من سر جام وایستادم و این فقط اینو نشون میده که چقدر سسته، چقدر اوضاعشون خرابه، چقدر از بالا تا پایین اینا با هم اختلاف دارن، هر کنوش به اون یکی یه چیزی میگه و فقط به نظر من اوضاع نابسامان، متزلزل، روبه سقوط و دیوانگی محض اینا رو نشون میده، وگرنه یک ذره عقل داشته باشه که بخواد حکومتشو بقا و دوام بده به طرق نرمال. بله. نباید بیاد این حرف رو بزنه. بله، ولی عکس العمل ها همین بود که مردم بگن خب یک قدر قدرت مطلق اومده حرفی زده و مردم ایرانی ها خصوصا در میدیای اجتماعی بگن به واو خامنه ای حرف سنگینی زده، بشینیم و دم بر نیاریم. چجوری عکس العمل ها نسبت به این عکس العمل ها؟ عکس العمل ها خیلی از من به مجرد این خبر شنیدن گفتم این مردم آتیش میگیرن. من حتی فکر کردم مردم میریزن خیابون و هیچ بعید نیست این کارو بکنن. یعنی اینقدر این حرف ضد بشری، غیر مسئولانه و توهین‌آمیزه به همه چیز و از هر جهت نگاه بکنی توهین به بشریت و به بی‌اعتنایی به جان میلیون ها انسانه و اونم با این استدلالا و اونم در شرایطی که میگم خودشون همه جور امکانات غرب رو از هر لحاظ که بگید دارن استفاده میکنن، بعد میاد جنگش با آمریکا و انگلیس رو میاره سر قضیه کرونا از کیسه خلیفه میبخشه که
نه ما واکسن نمیره، مردم چیکار کنن؟ بمیرن یا واکسن های خب میگه واکسن مثلا ایرانی اصلا هنم مرمون نیست، به داره نه به باره، هیچ حساب کتابی نداره، همه دنیا داره چشم امیدش به این واکسن های همین اتفاقا انگلیسی و آمریکایی و آلمانی و اینجور چیز هست. الان یه کشورهای مثل اسرائیل 20% جمعیتشون رو واکسینه کردن، همه تو هم تو همین فرصت کوتاه با استفاده از همه این واکسن ها. بعد اون وقت خامنه ای جنایتکار میاد میگه مردم واکسن احتیاج ندارن، مردم دارن این حرفایی که من و شما الان داریم میزنیم اینجا 100 پله تندترش و بهترش و مردم دارن تو میدیای اجتماعی میزنن عملا. بله، ولی آیا حکومت با حرف این یه دست میشه؟ همه میرن پشت فتوای در واقع خامنه ای یا حکم حکومتی خامنه ای؟ چون امروز روحانی گفته که ما قطعا واکسن رو از کشورهای خارجی میگیریم و باید بگیریم و این خواست مردمه. این یک نوع مخالفت ضمنی هم با خامنه ای میشه گفت، یا اینکه همه اینا میان پشت خط خامنه ای و میگن یک حکومت به یک حرف، اونم حرف خامنه ای؟ به نظرم نه، به نظرم اختلافاتشون بالا میگیره. خب قبلش هم اینا یه حرف دیگه ای زده بودن، اینا حتی منتظر واکسن های همین آمریکایی انگلیس بودن که بیاد، خریده بودن، در جریان مذاکره بودن، یه سری هم خیرین یه تعداد مقداری از این واکسن ها رو خریده بودن، فرستاده بودن، منتظر بودن، یعنی در این مرحله بودن. یهو اومد این حرف رو زد خامنه جنایتکار. خب یه جور تودهنی بود به کارهای دولت، ولی این صحبت هایی که الان شما نقل کردید از روحانی یه جور بی‌اعتنایی به حرف های خامنه ای و یه جور صحبت اینه که ما وزارت کشور، وزارت بهداشت هر چی بگه اون کارو میکنیم، یه جور داره مخالفت با اون میکنه و قطعا اختلاف و دعوا سر این قضیه بالا میگیره. من فکر نمیکنم این باعث انسجامشون باشه. میشه گفت که در رابطه با اختلافات و دعواهای درونی که حاده، باز خامنه ای میخواد بیاد بگه ببینید من اینجا قرص و محکم نشستم، منم که حاکمم، منم که حکم حکومتی میدم و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی میخوام بگم همون مسئله که در رابطه با مردم ایران داره، میخواد بگه من اینجا قدر قدرتم، حتی در درون صفوف خودش هم یه همچه حالتی هست. اینا اینقدر وضعشون خرابه، نه فقط مردم ایران تماما منتظرن هر لحظه شماره میکنن که چجور این حکومت ننگین رو سرنگون بکنم، حتی در درون خودشون هم به نظر من یک عدم انسجام و چمپارگی وجود داره که فقط به خب. ریسمان خامنه ای وصله، خب یعنی امروز اون نگرشون داشته سر بله هم. امروز با این همه کشتار، با این همه چیوی گسترده کرونا در ایران، با این همه بیکاری، با این همه فقر، با این که مردم نمیتونن نون شبشون رو، یکی از دلایلی که نمیتونن بهتر تامین کنن همین وجود کرونا هست، عکس العمل مردم به طور واقعی چه باید باشه؟ اون احساسی که تا امروز نشون داده که واقعا علیه حکم خامنه ای هستن و متنفرن، ولی ورای این مردم چه باید بکنن؟ به نظرم ورای این مردم تو همه زمینه ها اعتراضاتی که دارن پیش میرن و در جریان بوده رو باید گسترش بدن و یک بار دیگه ثابت شد که باید این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. هیچ راه دیگه ای وجود نداره، باید هر چیز زودتر از شر این جنایتکارا خلاص شد تا جامعه بتونه نفسی بکشه و بتونه کار زندگیشو به حد نرمالش بکنه. به نظرم باید تو همه الان مبارزات اعتراضات کارگری و بازنشسته ها و اینا که همیشه در جریان و ادامه داره، اینا رو باید گسترش داد. و سر این مسئله واکسن باید الان توی میدیای اجتماعی خیلی وسیع خواست خرید واکسن و تقاضا واسه این که واکسن هرچی سریعتر تهیه بشه. به نظرم و باید حتی اعتراضات مشخصی تو این زمینه داشت. من گفتم ابتدای صحبتم، من فکر کردم مردم شورش میکنم میریزم ایران، یه ایناف از ایناف با قول انگلیسی دیگه بس از این جنایتکارا چی دارن میکنن. به نظر من باید روی جمهوری اسلامی فشار گذاشت که
فورا واکسن بله. معتبری که در سطح جهانی همه قبولش دارن رو بخره و وارد بکنه و مردم واکسینه بشن. به نظرم این الان تبدیل شده به موضوع سیاسی بسیار مهم و حیاتی مماتی واسه مردم ایران. خیلی ممنون مصطفی صابر که در این برنامه شرکت کردید. بله بینندگان عزیز، با مصطفی صابر بودیم در رابطه با حکم خامنه ای که واکسن رو از کشورهای آمریکا، انگلیس و کلا کشورهای غربی خریداری نکنید و در واقع بذارید مردم بیش از این کشته بدن. در مقابل این مصطفی صابر بحثش این بود که مردم باید عکس العمل وسیع تری نشون بدن علیه این حکم خامنه ای، متحدتر و یک پارچه تر به میدان بیان. براتون بهترون ها رو آرزو دارم.